جمعه فقید شهرستان کازرون مرتکب این متاسفانه جنایت شدید. میشه مربوط بفرمایید دلیلش رو، علتش؟ دلیلش خدمت شما عرض، یه سری چیزایی شنیده بودم و دیده بودم از بیعدالتی، از بیعدالتی. حتی خودم هم میرفتم اونجا. حالا بگذاریم، انشاءالله توی فضایی براتون توضیح میدم. نگاه کن، عدالت موقعی که میری یه جایی، هر جا باید بری باید کارتو به نوع احسن انجام بدن، طبق گفته های قرآن انجام بدن، پارتی بازی نشه. دیگه بهتون بگم مواظب خیلی مسائل باشن، اینا که بنده با دیدن خیلی چیزا، با دیدن خیلی چیزا دیگه برتری. چرا اگه پارتی بازی دیدی از کسی، چرا مراجعه به دستگاه، دستگاهی که عدالت، بالاخره دستگاه قضایی، از نیروی انتظامی، از دستگاه مختلف است، چرا مراجعه نکردی؟ تا حالا ندیدم سوابقی هم نداری که در داخل اصلا مرجع انتظامی، چرا نیومدی بگی؟ چرا اقدام به این اقدام که الان هم برای خودت هم واسه یه آدم بیگناهی که منشأ خدماتی بوده تو این شهرستان مرتکب شدی؟ حالا گناهکار یا ناگناه یا بیگناه، اون خدا میتونه، اون خدا میدونه. بله نگاه کن دوستان، یه امام جمعه تو یک شهر باید مقتدر باشه، باید ناظر قوی باشه، باید مدیر قوی باشه، باید جلوی این ثروتمندایی که آذوقه‌های مردم رو، بذار بگم پخش کنید. من زمانی که میرفتم سراغ ثروتمندا میگفت شب خوابیدن صبح چند برابر میشه، مستضعف نداره بخوره، دلم پر میشد. میدیدم صدها مورد از این میدیدم، چقدر بخرم، چقدر به مستضعف بدم. میرفتم این جنایت ها رو میدیدم. بیری پر کی؟ آقای درخشنده، حاج آقا وقتی شما رو دید گفت آقای درخشنده اینجا چه کار میکنی؟ نگاه کن شما شروع کردی با چاقو زدن. نگاه کن چرا و علت عرض کردم خدمتتون. تقریبا من میتونم بگم که زمان که یه مدرسه دچار فساد میشه، اون پاسپورت اول میره سراغ مدیر آن مدرسه. تمام. با چی زدی؟ با چاقو. دیدید دیگه، با چاقو زدی. آره. چاقوهاش میشه نشون بدید؟ چاقو کجاست؟ لازمه چیه بابا؟ ما چاقو کش نیستیم. جد اطلاع بهتون بگم اولین بارم بوده، دوستان بدونید همه میشناسن منو، چاقو کش هم دارم، ولی حکم قرآن. اما فنی زدی ها؟ به خدا نه. خب دیگه موقعی که آدمی چیزایی میبینه داغ میکنه. دوستان، ملت عزیز، ملت ایران، دور همتون بگردم، دور مستضعفین بگردم، دور اونایی که شب ندارین نون بخورید، دور اونایی بگردم که قسط و وام بیمارتون کرده، دور اونایی بگردم که بچه و دختر عذب دارید ندارید بخرید برای ازدواجشون. بنده راهش اینا بوده برادر. حالا راهش اینا، حالا خدا تو آدمی هستی، از نظر خودت اعتقادی، اعتقاد داری، راهش باید رد بشه. ولی دوستان عزیز، بذار صداقت بگم، قبل از اینکه گوش بدید پخش بشه شبکه فارس، قبل از ایشون میخواستم برم سراغ یک مستکبر، مستکبری که آذوقه‌های مردم را انبار کرده، مستکبری که نه با ما این کاری نیست. در خونه های نگاه کن همه منو میشناسن، از بالا تا پایین میشناسن. نگاه این چاقو چیه؟ اصلا شاید تو خونه این چیه؟ جناب صاحب نمیدونم زنجانیه کجایی؟ مال زنجانه کجا؟ زنجان باید آدم باش بکشی؟ باید باش. نه باید نکردم جناب صاحب. نه یکیه معلومه. اینا خونالوده. خود قرآن هم تو چیز بیگه شمشیر بزن. نه قرآن نفرموده شمشیر بزن به آدم بیگناه. شمشیر باید بزنی در رکاب اسلام. میگه زمانی که بگم و تمومش کنم. توی مدرسه یک مدیر داشته باشه، بازپرس، بازرس، از بالا میاد وارد این مدرسه میشه تا هزار جنایت میشه، کاری اینا رو نداره، میره سراغ مدیر.